سعی کن خون سردی تو حفظ کنی پسرم، هم تو هم برادرت. خون سرد و امیدوار. بسیار خوب، ساعت به ساعت منو در جریان بذاری. یا اینجا هستم یا منزل. خدا نگهدار عزیزم، خدا نگهدار. ترسم از دکترها کاری بر نیاد، اون وقت دو تا بچه تو مملکت غریب. دکتر اونا دیگه بچه نیستن، ضمناً خانواده مادری هم کنارشونه. از اینا گذشته، همونطور که پای تلفن خودتون گفتید، باید امیدوار بود. حساب چالش دل و عقل. عقل میگه بچه ها دارن بزرگ میشن، مرد میشن، مشغول میشن، تو فکر خودت باش که داری پیر میشی. ولی دل میگه بچه ها تو هر سن و سال بازم بچه های تو هن و همیشه باید یه جوری نگرانشون بود که انگاری یکی دو سال بیشتر ندارن. وای از این دل. این تاریخی که مجددا باید تشریف بیارین، ساعت و شماره و اینا هم همه رو یادداشت کردم، فراموشتون نشه. خدا سلامت. خدافظ شما. الو، بله، ببخشید. خواهش میکنم. بله، چهارشنبه. بله، ساعت 4 اینجا باشین. خواهش میکنم. خدافظ شما. خواهش میکنم. خدافظ. شما بفرمایید. خواهش میکنم. خانم حمیدی؟ بله. دخترم نگاه بکن ببین من مراجعه ندارم. چشم. چرا آقای دکتر؟ برای یه ساعت دیگه. یه ساعت دیگه؟ بله. مورد؟ بررسی نهایی وضعیت آقای جواد مقدم ادیب، یعنی ببخشید ادیب مقدم. همون تیز هوشه. دکتر. بله. بهتره شما برید منزل و استراحت کنید. منتظر تلفنم که هستید. مگه نشدی؟ مراجعه دارم. بله، آقای ادیب مقدم. ولی ایشون که حالشون رو به بهبوده. اگه اشتباه نکنم شما هم برای اطمینان بیشتر از حال ایشون این جلسه رو گذاشتید. اینطور نیست خانم حمیدی؟ بله همینطوره. خب پس به این ترتیب میتونید. باشه، من میرم کیفمو بردارم. اینجا چیکار میکنید آقای بابایی؟ بله ببینید، ما
مگه شما امروز و فردا رو مرخصی نگرفتین که به موضوع تحقیقتون بپردازین؟ از خیرش گذشتم. چیزی شده؟ همون داستان همیشگی، خوابایی که مادرم برام میبینه، به اضافه این که این دفعه پدر عزیزم هم پا پیش گذاشتن. که چی؟ بالاخره بعد کلی سال قهر و گلایه و خط و نشونای علم اجنه واسه هم به یه تصمیم مشترک رسیدن. یعنی میخواد با هم ازدواج کنه؟ بله دیگه، همین یکی رو کم داری. خب پس چی؟ میخوان من از راه به در کنن بفرستن خونه بخت. خب این که چیز بدی نیست آقای بابایی. اتفاقا خیلی هم بده خانم دکتر. من باید زن زندگیمو خودم انتخاب بکنم. مشکل پسندی شما ترسم کار دستتون بده. چرا؟ خب آخه میدونین بازم میترسم که تا آخر اون ور دل مامان جونتون بمونی گله و گیستون هم مثل دندوناتون سفید شه. البته بهتره در این مورد هر کسی نگران سرنوشت خودش باشه. اون که خب بله. درسانی هر اتفاقی که بیفته بهتر از اینه که منم مثل دکتر علی آبادی یه ازدواج باری به عجب بکنم که بعدش با داشتن دو تا بچه کارم بکشه به متارکه، سال به سال نتونم بچه هامو ببینم. آی دکتر تشریف میبرین؟ باز چی شده که اینجوری داغ کردی حبیب آقا؟ سلام آی دکتر. علیک السلام. خب خانم دکتر من میرم خونه. خیر پیش. کار واجبی پیش اومد حتما تماس بگیرین، من پای تلفن نشستم. حتما. شب یلدای خوبی داشته باشین. شما هم همینطور. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خدا حافظ. وقتی من اینجا نبودم اتفاقی افتاده. درست نبود اون حرفا رو جلوی دکتر بزنین. آخه من چه میدونستم وایساده اینجا پشت سرم داره به حرفام گوش میده. حالا میگه چه اتفاقی افتاده؟ همسر سابقش موقع رانندگی تو اتوبانی در هومه لندن دچار سانحه شده. پس بگو چرا امروز دکتر آشفته بودن؟ از محل کار عازم منزل برادرش بوده که این اتفاق میافته. تصادف شدید بوده؟ اینطور که به سر دکتر پای تلفن میگفت. بله متاسفانه. پزشکا جلسه کردن، با توجه به بیماری قلبی مجروح عملش بکنن یا نه. خدای من، من اصلا متوجه نشدم این اینجا وایساده داره به حرفام گوش میده. ولی آقای بابایی یه مددکار اجتماعی خوب باید حواسش خیلی جمع بکنه. مهم نیست کاریه که شده. خانم حمیدی. بله. مراجعه دکتر علی آبادی اومدن، راه نمایشون کنید اتاق من. چشم. خانم دکتر. بله. اوه ببخشین، یکی از مراجعینتون با همراهش خیلی وقتی که تو اتاق مشاور منتظر شماست. چرا زودتر نگفتید خانم حمیدی؟ آخه حواسم نبود. خانم حمیدی شما به عنوان منشی مرکز مشاوره خیلی باید بیشتر از اینا حواستون رو جمع کنید. بله.
بخشی فکرم دوستم. ای تو اینجایی؟ ببخشید من اشتباهی وارد این خونه شدم یا شما؟ چه فرقی میکنه؟ اونم وقتی که خیلی از ماها اشتباهی پا توی این دنیا گذاشتیم. کجا؟ میخوام چراغ رو روشن کنم. بهتر نیست که این بحث شیرین فلسفی رو توی روشنایی ادامه بدیم؟ من برای فلسفیدن اینجا نیومدم. بگی بشین. نمیخواین چیزی براتون بیارم؟ چای شربتی، میوه‌ای؟ لازم نکرده. لطف شما 10 سال پیش شامل حال من شده. حالا بگیر بشین. بشین! میتونم بپرسم افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟ گفتم بشین. من باید به اون تلفن جواب بدم. چرا؟ چرا؟ شما به چه حقی این سوال از من میکنین؟ اصلا شما کی هستین؟ برای چی دزدکی وارد این خونه شدین؟ اصلا چطور وارد شدین؟ کار سختی نبود. دیدی؟ بد شد. حالا بشین. بشین. بسیار خوب. بگین کی هستین و از من چی میخواین؟ من قاضی دادگاهی هستم که تو رو مورد محاکمه قرار داده. حالا اومدم اینجا تا حکمو بهت ابلاغ کنم. بفرمایید موارد اتهام چی هست؟ 1. مسبب اخراج یک مرد از شغل مورد علاقه‌اش. 2. مسبب متلاشی شدن خانواده اون مرد. 3.
مسبب مرگ همسر اون مرد. 4 مسبب به زندان افتادن اون مرد. 5 مسبب کوتاه شدن دست اون مرد از تنها فرزندش. شما مطمئنین که همه این اعمال شنیع و من مرتکب شدم؟ مولا درسش نمیره دکتر. شما کی هستین آقا؟ سهراب رشیدی، تکنسیان برج مراقبت فرودگاه. 10 سال پیش ازت خواسته بودن در مورد پرونده اظهار نظر کنی که ادامه کارش توی فرودگاه منوط به گواهی سلامت روانی بود. اونا برام پرونده سازی کردند و تو هم باشون همکاری کردی. یادت میاد دکتر؟ تو باعث شدی شغلم ازم بگیرن. من در حدود 2 هفته با دقت و وسواس تمام شما رو مورد معاینه قرار دادم و نتیجه نهایتاً این شد که شما مبتلا به عارضه حاد عصبی هستین. اون موقع بهترین راه حل این بود که شما هر چه زودتر بستری بشین. پس کی خرج زن و بچه‌مو میداد؟ شما حاضر بودین این کارو بکنید آقا؟ ببین آقا، از من به مقتضای وظیفه شغلیم چیزی خواسته بودن که من باید به نحو احسن اون کار رو انجام میدادم. اونا چند وقت بعد شغلم ازم گرفتن با یه مهر تا اطلاع ثانوی روی پرونده. نه نه نه، من چنین چیزی نخواسته بودم. بالعکس، در نامه ضمیمه تأیید کرده بودم که پس از طی مرحله کوتاه درمان کماف سابق شما میتونه سر کارتون برگردین، ولی شما پیشنهاد مطرح شده رو رد کردین و اونها ناگزیر بودن که کنارتون بذارن. تو زندگی من رو نابود کردی. عوضی شما اون موقع ناخوش احوال بودین و این بسا که در پست حساس تکنسیان برج مراقبت و در یکی از اون لحظه های حمله های عصبی دچار اشتباهی می شدیم که به قیمت جون صدها مسافر بیگناه تموم می شد. بیگناه؟ از سر تا پای این دنیا و آدماش گناه و کثافت می باره جناب زیگموند فروید. کجا؟ ببین مرد، تو را به هر کی میپرستی، اگر مسلمونی، نصارا، گبری، هر کی که هستی، اجازه بده من به اون تلفن جواب بدم. ممکنه از راه دور باشه، ممکنه بچه هام باشن. خیلی دوستشون داری نه؟ منم پسرم خیلی دوست داشتم. ببین، خواهش میکنم اگر نمیذاری جواب بدم، دست کم دکمه یه اون پیغامگیر رو بزن. منتظر یه خبر هستم از راه دور. خواهش میکنم. مرغم وقتی میخوان سر بدارم فرصت چند گلوب آبو بهش میده. باش. پیغامگیر رو چرا خاموش کرده بودی؟ مزاحم تلفنیات زیاد شدن نه؟ تو صدایی نشنیدی؟ نه. Thank you.
عجب دکوراسیونی. با ویزیت دیوونه هایی مثل من دادی ساختنش، نه؟ دیر کرد لعنتی. کی دیر کرده؟ به موقعش میفهمی جناب دکتر. بله چشم، اگه پیداشون کردیم چشم، پیغام شما رو بهشون میرسونیم. خواهش میکنم، انشاءالله که عمل مادرتون موفقیت آمیز باشه. خواهش میکنم، خداحافظ. خانم حمیدی، چی بود؟ یکی از پسرهای دکتر علی آبادی. بفرمایید. سلام منو به دکتر علی آبادی برسید. باشه چشم. به ایشون بفرمایید محبت هایی که در حق پسر من کرده اشوقت فراموش نمی کنن. حتما به ایشون میگم. شما اگر تمایل داشتید میتونید با ما در تماس باشید. حتما. راستش بخوای کم کم به حرفه شما علاقه من بشم. جدا؟ خب ما بایزه دیگه مرخص میشیم. خواهش میکنم. شب علی خوبی داشت باشید. شما هم همیتون. به سلامت. خدا بسید. خدا نگهدار. خوش آمدی. از دکتر علی آبادی که تلفنی نداشتیم ها؟ دکتر نه، ولی پسرش از لندن تماس گرفته. خب مثل این که پزشکا توافق کردن که مادرشون عمل کنن. که اینطور؟ به پدرش هم اطلاع داده؟ والا گفتن که یکی دوبار تماس گرفتن با منزلشون. ایشون نبودن. نبودن؟ ایشون که خیلی وقت رو افتادن. گفتن میرن خونه؟ یعنی کجا ممکنه رفته باشه؟ عاشقان. سلام به اجمعین. سلام به اجمعین. خسته نباشی. ممنون. این شب یلدا که میگم بر بیرا نگفتن ها، اما چه فایده ای؟ شب یلدای بدون برف این متخصص ریزش موی کچر. الو دکتر. دکتر اگه خونه هستی جواب بده. تلفن رو پیغامگیره. گویا دکترم خونه نیست. چرا دماغین؟ موضوع چیه؟ والا دکتر یکی دو ساعتی میشه که از اینجا رفته که بره خونه، ولی هر چی زنگ میزنیم خونه نیست. ای بابا دست خوش، امشب شب یلداست. طرفم که عزب اغلیه. خب بره خونه بشینه قنبرک بزنه. حتما رفته خونه یکی از دوستاش، آشناهاش، محفلی، جایی بابا. بهتره زنگ بزنید و پیغام پسرشو به پیغامگیر تلفن بدید. دیگه هر جا باشه حتما پیداش میشه. خب آقا، ما رو میرسونید خونه یا نه؟ اختیار دارین خانم دکتر، این حرفا چیه؟ البته که میرسونیم شما رو. شیرین، بجون. امشب شب یلداست. شبی شب چره اون نقل مادر بزرگی. اولی رو که سر را میخرید، دومی هم خدا بیامرزتش. امشب دست به دامن خواجه میشیم و شاخ نباتش. برو بریم آقا. بابای خداحافظ. خداحافظ. آقای بابایی. بله. بهتر شما هم تصمیمتون رو عوض کنید و برید خونه. شب یلدا رو تا صبح اینجا موندن چندان لطفی نداره، خصوصا که مادرتونم حتما منتظره. نه خانم دکتر، من ترجیح میدم همینجا بمونم، حتی اگه از سرما تا صبح یخ بزنم. برای یه بارم که شده پدر مادرم باید متوجه بشن که حساب بهشت و جهنم منو پای خودم مینویسن. هر طور که راحت ترید. خانم حمیدی. بله. شما چرا معطلید؟ والا من دارم فکر میکنم ببینم تا چه اندازه حرفای آقای بابایی درسته، تا چه اندازش هم غلط. فعلا بهتره تلفن بزنید و پیغامو بذارید. برای فکر کردن به این چیزا یه شب طولانی رو تا صبح وقت دارید. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر.
میگن شب یلدا شبیه که مجنون از فراق لیلی تا صبح اشک ریخت، انقدر که اشکاباش از سرما به دونای یخ تبدیل شد. خیلی رومانتیکه نه؟ همه بدبختی های ما هم از همین رومانتیک بازی هاست دیگه خانم حمیدی. البته خود منم یه جوری گرفتارش هستم. اومدن دایی جان. چشم اومدن. شما بهتر تلفنتون رو بزنید خانم حمیدی. ای بار راست بخشی. بازم تلفنشون رو پیغام گیره. شبتون بخیر دکتر. ببخشین پسرتون از لندن تماس گرفتن، گویا پزشکا با عمل جراحی همسرتون، ببخشین همسر سابقتون، موافقت کردن. شب یلدای خوبی داشته باشین. خدا حافظ. همسر سابق ها؟ پس خبری که منتظرش بودی اون بود نه؟ با این اوضاع تو هم وضعیت مناسبی نداشتی. دارو بچه ها رو برداشته و یه فرار. خوبه؟ خوبه؟ بلایی که به سر من آوردی بالاخره به سر خودت آمد. اونجا موندن بچه ها با موافقت خود من صورت گرفت. عجب. پس این کارو کردی که از هفت دولت آزاد بشی. آره. ولی من نمیخواستم بچه‌مو بردارن ببرم. کسی هم نظر منو نخواست. من اون موقع توی زندان بودم، میفهمی؟ نکنه تصور میکنی به زندان افتادنت هم کار من بوده. شمارش معکوس بدبختی من با همون حکم معاینه شروع شد که تو ماه رو امضاش کردی. تو خودت نخواستی معالجه بشی مرد. من چیزیم نبود دکتر. من توی محیط شغلیم از همه سرتر بودم. برای همینم واسم پاپوش درست کردم. راستشو بگو، چقدر پول گرفتی تا اون حکم در رابطه با من صادر کنی؟ چقدر؟ مطمئن باش که هیچ کس نمیتونه منو بر خلاف وجدان حرفه این واداری و کاری بکنه. مطمئن باش. ولی من کاری میکنم که تو جلوی من زانو بزنی، روی پاهم بیفتی، به خاطر ظلمی که در حقم کردی طلب بخشایش کنی. میفهمی؟ شاید اونطوری دیگه رحمتم به جوش بیاد. تو ادعا میکنی که آدم منطقی و سالمی هستی ولی متاسفانه رفتارت خلاف این رو نشون میده. اینکه به صورت غیر واقع بینانهی تصور میکنی مسبب همه بدبختیات من هستم به این میمونه که ادعا بکنی در تمام بدبختی های بشر من مقصر. دکتر باز که داری فلسفه میبافی. به من هیچ ربطی نداره چی به سر بشریت اومده یا تو چی به سرش آوردی. من فقط اینو میدونم که تو در حق من یکی ظلم کردی، یعنی همه تون این کارو کردید. زنم، خانوادهش، فک و فامیل نامرد خودم، رفقا، همکارا، همه تون من رو تحقیر کردین و مانع پیشرفتم شدین. من آدم مهمی بودم، چیزی نمونده بود که در زمینه تکنولوژی هواپیما به یک طراح و مخترع بزرگ تبدیل بشم. حتی وقتی بیکارم کردم از پا نشستم، شروع کردم به ابداع طرح‌هایی در زمینه احداث استخر، حمام سونا، سالن پاتیناژ،
شهربازی، فروشگاه های زنجیره‌ای، داخل هواپیما و حتی طرح هواپیمای مسافربری بدون خلبان و کنترل از راه دور. داشتم روی این طرح کار میکردم، اما زنم به طرحهای من میخندید. پدر و مادرش تو گوشش میخوندن که منو تحقیر کنه. مرتب به من میگفت تو دیوونه ای، باید بری دیوونه خونه بخوابی. حتی رفاه پدر و مادرشو با وضع مادی من مقایسه میکرد. شوهر اینا اونو به رخ من میکشید. آره، بهش میگفتم خانم من، زن من، مگه روزی که زن من شدی نمیدونستی من چه حال روزی دارم که حالا اینطوری برام کمپوز در میکنی؟ چرا میدونستم میدونستم یه فامیلی گدا گدوله داری با یه مادر بدبین و خلتر از خودت که همه بچه‌هاش از دور و بر خودش فراری داده، بابای بدبختت هم دغمرگ کرده. اما گفتم چی؟ عشق بالاتر از این حرفاست. میدونستم یه دو جین خواهر برادر داری که هر کدومشون یه بره دنیا ویلون سرگردونن، از سایه خودشون هم فرارین، چه برسه به تو که سوگلی مادرت هم بودی. اما گفتم چی؟ عشق بالاتر از این حرفاست. اونم وقتی که انقدر هندی بازی در آوردی و پوز راجکاپور به خودت گرفتی که من خرم بکنم. نه بابا، مسک خبریه دیگه، چه میدونستم آقا روانی هم تشریف دارن. حالا که از کار بیکارت کردم اومدی نشستی تو خونه، شدی آینه دق من. عجب، نکنه ترجیح میدی به جای خونه ببرنم دیوونه خونه حبسم کنم تا خانم هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن؟ بله. تو مریضی، واقعا مریضی. اصلا من خر بگو چرا نشستم دارم با تو زندگی میکنم. کجا میخوای بری؟ به تو مربوط نیست. اه 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 فکر کردی این شهر ارده که همینطور راحت بکشی و هر جا دلت خواست بری؟ ها؟ برو کنار سهراب. یه کاری نکن برم دادگاه خانواده از دست شکایت کنم، و میدونی با وضعیتی که داری میتونم 24 ساعته طلاقمو بگیرم. اینجا رو دیگه کور خوندی پری خانم. میدونی چرا؟ واسه اینکه دیگه دست تو و بقیه برای من رو شده. حالا فهمیدم چرا تو به طرها و نقشای من میخندیدی. برای اینکه تو هم مثل بقیه چشم نداری پیشرفت منو ببینی. آره؟ ببخشید آقای مختره کبیر جهان کامپیوتر سایبرناتیک که من بی سواد نمیتونم درکتون کنم. حرف از این نقل حدیثا گذشته پری خانم. قضیه خیلی پیچیده تر از ایناست. فکر کردی نمیدونم تو با یه مش آدم مشکوک سر و سری داری؟ ها؟ خجالت بکش سهراب، خجالت بکش، انقدر پرت و پلا نگو. این واقعیت، اونا قصد دارن که با کمک و تبانی تو تمام طرح و نقشه های منو به سرقت ببرن. به همین دلیلم به تو مأموریت دادن که تو تا میتونی من نسبت به طرح و نقشه هام بی تفاوت و مایوس و دلسرد کنی. درسته یا نه؟ حرف بزن، بگو که درسته، بگو دیگه. واقعا که دست هرچی خلوچل از پشت بستی. بی خود نیست خواهر برادرات آرشون میاد تو رو برادر خودشون بدونن. همسایه ها کراهت دارن باهات روبرو بشن. تو دیگه تنها شدی سهراب، میفهمی؟ تنهای تنها. بایست سر جات باش پری خانم. تو نمیدون، من میرم هم طرح و نقشه‌هامو برم به دست هیچ نامردی بهشون نیفته، هم بچه‌مون برم تا بدونی تنهای تنها نشدم. بلش من بلش به من چی کار میکنی وحشی؟ نمیذارم بچه‌مون برم. آره کنار. تنها نیستم.
از خونه زدم بیرون تا از اون محلکه هم خودم رو نجات بدم، هم بچم و هم نقشه ها و ایده هم. هوا بارونی و زمین لغزنده بود. من نتونستم ماشین رو کنترل کنم. اقصای آبادی رسوندم بیمارستان. من پاک دست و پامو گم کرد. چند روز تو حالت کما بود. اما دیگه به هوش نیومد. سربندش به جرم قتل غیر عمد بازداشت شدم. مادرم دقمرگ شد. دادگاه خانواده بنا به خواسته خانواده پری پسرم رو ازم گرفتن، قیمومیت شو دادن به اونا. چند سالی زندانیم کردن، یه چند وقتم تحت الحفظ، فرستادنم تیمارستان. اما من با هر دوز کلکی که بود از اون چه فرار کردم. وقتی آبا از آسیا افتاد، پنهونی خودم رساندم در خونه پدر مادر پری. بخواستم یه سراغی از بچه‌ام بگیرم. همسایه ها، مغازه دارا، وقتی سراغ پسرم رو گرفتم گفتم فرستادنش کانادا پیش یکی از بچه هاشون. میخواد برای همیشه اونجا بمونه. منم مخمو به کار گرفتم. وقتی من یه موقعی برای خودم کسی بودم، گفتم به هر طریقی که شده باید یه پول حسابی گیر بیارم تا بتونم بچه‌م از چنگ اونا از توی کانادا بکشم بیرون. این بود که رفتم سراغ یه خلافی زیرخاکی. تو زندان با هم آشنا شده بودیم. قبل از این که فکرشو میکردیم همه چیز جور شد. توی اون کیف چیه؟ فضول بردن جهنم. گور پدر غلام بول بچه من و رجب فنگلی تا 48 ساعت دیگه از این طرف مرز میپریم اون طرف مرز. دیگه باید پیداش بشه. تو صدای شنیدی؟ نه، چیزی نشنیدم. چیه؟ چرا مثل بز گر نگاه میکنی؟ پس پات به کار خلاف هم باز شده، نه؟ پام به هرچی که باز شده باشه مسببش تو هستی دکتر. اینی هم که برای جف انگلی اینجا قرار گذاشتیم خودت بهتر میدونی علتش چیه. این عیش بدون تصفیه حساب با تو لطفی نداره. داره؟ تو داری اشتباه میکنی. گرفتاری تو در واقع از زمانی شروع شد که به توصیه یه پزشک جهت بستری شدن موقت و بازیافت سلامتی خودت گفتی نه.
اگر کارت از دست دادی، اگر زندگی زناشویی‌ت بدتر از بد شد، اگر همسرت از دست دادی، اگر فرزند تو ازت گرفتند، اگر به زندان افتادی و حالا مسیر کار خلاف شدی، فقط به خاطر اینه که شد. خفه کن بجور، دیگه حرف نزن. اگه یه کلمه بیشتر حرف بزنی زودتر از موعد ماشر میکشم. تو یه روان پزشکی، خیلی خوب میدونی که نباید سر به سر یه دیوونه گذاشت. چیه؟ بخوای به بچه ها حرف بزنی ها؟ بله. بیا. بابا دیر در میگی سارا جون، تا این پسر شکمون تای آجیل شب یلدا رو در نهی برده بلنشو بیا دیگه. نخواه بلا چیز برد نیمونه ها. بهتره عاقل باشی و خود سهم منو بذاری کنار و الا... الا چی؟ تغذیه هم میکنی؟ نه شب موقع خواب دوچار عذاب وجدان میشی. شب موقع خواب دوچار عذاب وجدان میشی؟ نه باید بکنی، نمیذارم، نمیذارم خواب نمیشه. نه نمیشه. نمیشه، قوالی که یکنه، یکنه بیدیم. نه، آجو نه. از خوبه. دیر کرد لعنتی. ممکنه خواهش کنم اون تلفن رو بس کنیم؟ چند بار گفتم، بازم میگم، من منتظر تلفن مهمی هستم. واسه چی رو میخوری دکتر؟ اون که دیگه زنت نیست. مادر و بچه هم که هست؟ یا زیر عمل جراحی قصر در میره و زنده میمونه، یا هم که فاتح تموم میشه و خلاص، درست مثل بلایی که الان قرار سر تو بیاد. فکرشو بکن، اگه اونم بمیره امشب هر دوتاتون میرسید خدمت نکیر و منکر. آخ که داد و بیدادتون اونجا شنیدن داره جانم، دیدن داره جانم. ای بابا، نه مادر امکان نداره. آخه خانم خوب، من چه بدی در حق تو کردم که میخوای زنم بدی؟ من خیلی دست بردار نیست. شده این شب یلدا. مرکز مشاوره امید بفرمایید. شما هنوز اونجایی جناب بابایی؟ سلام خانم دکتر. علیک سلام. نمیخوای بری خونه؟ چرا؟ کم کم داشتم خودم متقاعد میکردم که شال و کلا کنم برم. راستش حساب کردم هرچی باشه مادرمه دیگه، ازش دلخورم ها، ولی
درست نیست شبه یلدای تنهاش بذارم. کار خوبی میکنی. از پسرهای دکتر چه خبر؟ تماسی نگرفتن؟ نه اینجا که نه، شاید به خونش زنگ زده باشن. بله و احتمالا خبر ناراحت کنندهی به دکتر داده باشن. چطور؟ رو چه حساب این حرفو میزنی؟ آخه قبل از تماس با شما تلفن زدم خونه دکتر. خب بعد از یکی دو تا زنگ صدای بوق تلفن قطع شد. میگم شاید یکی... شاید یکی هم چی؟ یعنی یکی دیگه غیر از دکتر؟ ولی دکتر که تنها زندگی میکنه. میدونم، اما موضوع اینه که دکتر علی آبادی که من میشناسم مطلقاً چنین عادتی نداره، ولی اینکه بدترین خبرها رو بهش داده باشم. فوقش اگه مایل نباشه با تلفن صحبت کنه وصل میکنه به پیغامگیر تلفن. درسته، درسته، اینم حرفیه. میگم من که دارم میرم خونه، چطور سر راه یه سری هم برم اونجا ببینم چه خبره؟ فکر بدی نیست. باشه، شب بخیر. تصور نمی کنم بازی رو که شروع کردی آخر و عاقبت خوشی داشته باشه. برای تو که نه، اما واسه من چرا؟ اینی که الان جلوت وایستاده فردا شب اون ور مرزه. ببینم تو که لالایی بلد بودی واسه چی خوابت نبرد دکتر؟ منظور تو روان پزشکی، بام تا شام کارت نصیحت خلق الله است، حکم دادن به اینکه کی سالمه و کی دیوونه. تو واسه چی گرفتار این وضعیت شدی؟ با یه زن متارکه‌ای و دو فقره جوجه شکرپنیری توی اروپا. همینجاست رجب. آره خودشه آقا غلام. حالا چرا اینجا؟ حالا چرا اونجا سراب خان؟ محضه یه تصفیه حساب که کلی وقت منتظرشم. مگه دهن تو ماسمایه کردن؟ چرا جواب نمیدی؟ نشنیدی شاقلم چی فرمودم؟ خب واخه آخه میگفت اینجا سوت و ساکت و امتره. خب دیگه همین. با شروع قصه ها زیر این چرخ کبود، توی اون تنگ قروب یکی بود هیچی نبود، یکی بود دیده نشد مثل خواب یک صدا، میونه قصه که بود از من و از تو جدا. با شروع قصه ها تو جوانی پیر میشیم، به جای فرصتامون واسه فردا دیر میشیم. بشنویم قصه ها رو زودتر از گفته شدن، واسه دیر شدن بسه خودتو بخواب نزن.
وقتی که وقتای ما واسه داشتن نباشه، رفتن و رفتنمون نرسیدن باشه، باید آب بشیم و بعد برسیم به تشنگی، آخرین فرصت ما همینه تو زندگی. تو کجایی خود من، کمکم کن بمونم، قصه بودنمو تا که هستم بخونم.